اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من لم یستطع منکم قولا ان ینکح المحصنات المؤمنات مما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات والله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوهن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا احصن فإن اتین بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشی العنت منكم وان تصبروا خیر لكم والله غفور رحیم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فطالب منده از اون آیات عبارت است از این اینکه فرمود اگر کسی نتوانست با محصنات مؤمن ازدواج کند، با کنیزها ازدواج کند، آیا این محصنات مؤمنات شامل اهل کتاب هم می شود یا نه؟ یعنی اگر کسی نتوانست با زنهای آزاد ازدواج کند، اعم از مسلمان و اهل کتاب، اونگاه مجاز است که با کنیزها ازدواج کند؟ یا نه منظور خصوص محسنات اهل اسلام است، چون در سوره مائده نکاح دو گروه را اجازه داد. در آیه 5 سوره مائده فرمود والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. آیا این که فرمود من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات منظور از این مؤمنات در مقابل مشرکات است تا شامل هر دو گروه سوره مائده بشود، یعنی هم زنهای آزاد مسلمان هم زنهای آزاد اهل کتاب، یا نه منظور از این مؤمنات مقابل اهل کتاب است که فقط شامل زنهای آزاد مسلمان می شود. یعنی اگر کسی نتوانست با زنهای آزاد مسلمان ازدواج بکند، اوست که می تواند مجاز است با کنیزها ازدواج بکند، خواه با زنهای اهل کتاب بتواند یا نتواند. ظاهرش این دومی است، یعنی اگر کسی با زنهای مسلمان آزاده مسلمان نتواند، با کنیز ازدواج او عیب ندارد، خواه بتواند با اهل کتاب ازدواج بکند خواه نتواند. این مؤمنات در مقابل مشرکات نیست، در مقابل همون اهل کتاب هست که در سوره مائده اینها رو عدل هم قرار ده. مطلب دوم آن است که این که فرمود من فتیات کم المؤمنات یعنی با کنیزهای مؤمن ازدواج بکنید، آیا این قید ایمان یک قید رجحان و یک قید فضیلت است یا یک شرط لزومی است؟ بعضی ها خیال کردن چون در این آیه هم شرط نکاح ذکر شده است، یعنی ناکح باید دارای این دو شرط باشد، یکی خوف عنت داشته باشد، یکی استطاعت نداشته باشه که با آزاد ازدواج کنه. شرط ناکه این دوتاست، شرط منکوه هم ایمان است. بعضیا گفتن منکوه شرطی ندارد، کنیز خواه مسلمان خواه غیر مسلمان نکاح او جایز است، البته اگر مؤمنه و مسلمه باشد بهتر است، زیرا در این آیه گرچه فرمود من فتیاتکم المؤمنات ولی در کنارش اوصاف دیگری را ذکر فرمود که اون اوصاف نقش لزومی ندارن، نقش رجحان دارن،
و اینکه فرمود محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، در اون جاها نه احسان به معنای عفت شرط است، نه سفاه و اتخاذ خدن و زنا مانع است. همونطوری که اونها دلیل ارشادی و شرط رجحان است، این ایمان هم شرط رجحان باشد نه دلیل لزوم. این سخن تام نیست، برای اینکه اولا چند کلمه فاصله است بین اون محسنات و این مؤمنات، در حدود بیش از یک سطر فاصله است. و اون محسنات غیر مسافحات که بر این مؤمنات عطف نشده، نفرمود من فتیاتکم المؤمنات المحسنات تا شما بگید همونطوری که احسان شرط نیست پس ایمانم شرط نیست. بیش از یک سطر فاصله شد، جمله هایی فاصله شد، چند جمله در وسط هست. به این محسنات غیر مسافحات مربوط به اون جمله های بعدی است، نه مربوط به این المؤمنات. این یک جواب. جواب دوم آن است که ما از آیه سوره مبارکه بقره به خوبی استنباط کردیم که نکاح غیر مؤمنه جایز نیست. فرمود لا تنکح المشرکات حتی یؤمن ولا امة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم. ما با نهی صریح در سوره بقره اثبات کردیم که ایمان شرط است. نمی شود به شهادت این کلمه احسان که جدای از ایمان ذکر شده است بگم چون احسان شرط نیست پس ایمانم شرط نیست. این دو مطلب. سوم این که فرمود فنکهوهن به اذن اهلهن، ظاهر این کریم آن است که در نکاح عمه اذن مولا شرط است، رضایت کافی نیست، اذن فهوا و مانند اون کافی نیست. این نظیر تصرف در مال نیست که اذن فهوا کافی باشد. یه وقت از انسان می داند که این شخص رفیق اوست و راضی است که در مال او تصرف کند، علم به رضا دارد، همین مقدار کافی است. چون در لسان دلیل نهی از تصرف در مال غیر همون طیب نفس استثناء شده است یا رضا استثناء شده است. فمن لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اگر طیب نفس احراز شد تصرف جایز است. اما اینجا سخن از رضا و طیب نفس نیست، سخن از اذن است. حالا اعم از اذن سابق یا اذن لاحق به نام اجازه، اگر کسی فضولی عقدی نسبت به کنیز دیگری ایجاد کرد، اذن مولا را باید تحصیل کند، صرف رضا کافی نیست. چهارم این که و آتوهن اجورهن بالمعروف، فخر رازی از بعضی ها نقل میکند که منظور از این اجور نفقه است نه مهر، زیرا مهر مقدارش مشخص است، نفقه است که مقدار مشخصی ندارد، باید او را تقیید کرد بالمعروف. وگرنه مهر را که لازم نیست تقیید بکنن، بگن مهر را بالمعروف بده، خب مهر یه قدر مشخصی دارد دیگر. اون چه که محتاج به تقیید است نفقه است، چون نفقه اندازه معینی ندارد، او را باید مقید کرد که بالمعروف بدن. این هم تام نیست، برای اینکه ظاهر این نکاح اما اعم از نکاح دائم است و منقطع. اجری را باید در این نکاح منظور داشت که هم در نکاح دائم باشد هم در نکاح منقطع. چون در نکاح منقطع نفقه نیست، پس باید اجر را به معنای مهر گرفت که شامل هر دو قسم نکاح بشود. و اما اینکه گفته شد بالمعروف نمیتواند غیر مهر باشد، چرا؟ کاملا میتواند، برای اینکه هیچ مقداری از مهر را نگیرید، در پرداخت مهر مماطله یا تأخیر نکنید، اینا اتیان مهر بالمعروف است. نه از قدر او بکاهید نه در کیفیت پرداخت سهلنگاری بکنید. مطلب پنجم آن است که این که فرمود و آتوهن اجورهن بالمعروف، در باره مهر زنهای آزاد فرمود مهر اونها را باید بدید و حق نداری چیزی از مهر اونها تصرف کنید مگر اینکه خود اونها اجازه بدن. در آیه
چهار همین سوره مبارکه نساء این بود که و آتون نساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. اما اینجا چون کنیز نمیتواند به طیب نفس خود چیزی از مهر را ببخشد، بنابراین نمیشود برابر آیه چهار سوره نساء عمل کرد، لکن برابر آیه سوره مبارکه بقره میتوان عمل کرد. آیه 237 سوره بقره این بود که و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. اون که زمام عقد به دست اوست، او هم اگر عفو کرد برای شما حلال است. در افراد که بالغ و رشیدن و ولی ندارن، زمام عفو به دست خود اونهاست. در باره افرادی که ولی دارن، زمام عفو به دست ولی است. پس برابر این آیه سوره بقره که فرمود الا یعفونه او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، میتوان استفاده کرد که آیه چهار سوره نساء که فرمود و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا، این درباره مهر کنیزها هم جاری است. مطلب ششم آن است که این محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان به معنای زنهای شوهردار نیست، چون زنهای شوهردار که ازدواج نمی شود و به قرینه غیر مصافحات ولا متخذات اخدان همون زنهای عفائف منظور است، یعنی کسانی که اراده تحسن و عفت دارن و اجباری هم بر اینها نیست. چون که موارد دیگر هم که فرمود محسنین غیر مصافحی ولا متخذی اخدان که درباره مردها فرمودن به همین معناست. اونجا هم محسنین به معنای عفیف هاست، اینجا هم محسنات به معنای عفیف هاست، یعنی تحسن دارن، اراده خیشتنداری دارن و بزهکاری هم به اینها تحمیل نمی شود، نه به معنای متزوجات. برای اینکه متزوجات قابل ازدواج نیستن یک، و قرینه غیر مصافحات ولا متخذات اخدانم اون معنای عفت را تأیید میکند. دو، از این مطلب ششم امر هفتم هم روشن میشود که فعضا احسنه، این فعضا احسنه تفریع است بر احسان به این معنا، نه احسان به معنای ازدواج، چون در اینجا احسان به معنای ازدواج اصلا مطرح نبود که تا ما بگیم فعضا احسنه یعنی فعضا تزوجنه، فعضا احسنه یعنی فعضا وجدن شرط الاحسان را. این که ما گفتیم محسنات باشن، غیر مصافحات ولا متخذات اخدان باشن، یعنی اراده تحسن دارن از خود و تحمیل هم بر اینها نشده. برابر سوره نور که فرمود ولا تقره و فتیات کم علی البغاء ان اردن تحسنا. البته این شرط یعنی اراده تحسن به زمینه عدم اکراه تمام السبب یا تمام الموضوع است برای اجرای حد، نه احسان به معنای اسلام و نه احسان به معنای ازدواج و نه احسان به معنای عفت محضه که اگر زانیه بودن مثلا حد نداشته باشد و مانند آن. پس این تفریع هم تام است برای اینکه قبلش سخن از محسنات به معنای عفائف است، نه محسنات به معنای متزوجات. مرحوم های براقی رضوان الله علیه برای اینکه فعضا احسنه را به همون متزوجات معنا کنند، این محسنات را این چنین ذکر کردن، محسنات یعنی هم متزوجات باشن و یعنی کسانی که میخواهن به وسیله ازدواج در حسن قرار بگیرن، فعضا احسنه یعنی حالا که متزوج شدن.
وقت ناچارم بگر به اینکه شرط مفهوم ندارد، این مفهوم هم معتبر نیست و مانند، در حالی که جمله شرطیت و شرطیه مفهوم دارد دیگر. به کمک روایات میشود استفاده کرد که منظور از این محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی کنیزهای عفیفی هستند که خود اراده تحسن دارند از درون و تحمیل زنا هم از بیرون بر اینها نشده، چون اگه تحمیل بشود حد ندارند زیرا رفع مستکرهو، اگر تحمیل نشود اونجا جای حد است. این جمله شرطی هم کاملا مفهوم دارد و میشود به مفهوم هم اخذ. مثل بعدیان است که روایاتی که در ذیل همین آیه آمده است، اینا هم خود این روایات هم متعدد است و هم خود این روایت شاهد داخلی دارد به اینکه احسان نمیتواند مراد باشد. چون روایات را در تفسیر شریف نور الثقلین ملازم فرمید که سؤال میکنن از امام معصوم سلام الله علیه که منظور از احسان چیست، حضرت میفرماد که منظور از این احسان آن است که مثلا همسردار باشن. در جلد اول صفحه 470 روایات مربوط فیضا احسن فین اتین به پاهاشتن فقالیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب مطرح است. روایتی که از عیاشی نقل میکنن این است که یاد از امام صادق سلام الله علیه پرسیدیم فیضا احسن فین اتین به پاهاشتن فقالیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، یعنی چه؟ قال یعنی نکاحهن اذا اتین به پاهاشتن، یعنی اگر ازدواج کردن بعد آلوده شدن. روایت بعد که از عبدالله بن سنان نقل شده است این است که اذا احسن، یعنی چه؟ امام صادق سلام الله طبق این نقل میفرماید احسانهن ان یدخل بهن، قلت فان لم یدخل بهن فاحدثن حدثن هل علیهن حد؟ قال نعم. معلوم شد اون بیان مصداق است در حقیقت، نه اینکه تفسیر باشد. قال نعم نصف الحر فإن زنت وهیه، یعنی اون هر محسنتون فرج. روایت بعدی که محمد ابن مسلم نقل میکند عن عهده ما علیهم السلام قال سألت عن قول الله عز وجل فی الاماء اذا احسن ما احسانهن، قال یدخل بهن، قلت فإن لم یدخل بهن ما علیهن حدون، قال بلا حد هست. اونگاه روایت بعدی که از عبدالله بن سنان است از امام صادق علیه السلام قال سألت عن المحسنات من الإماء قال هن المسلمات. خب این گرچه اذا احسنه را معنا نکرده، ولی در ذیل اذا احسنه این روایت هست که محسنات من الإماء هن المسلمات، در حالی که در روایت فرمود چه مسلمه باشن چه یهودیه حدشون نصف حد حر است، چه همسردار باشن چه بی همسر حدشون نصف حد حر است. از مجموع روایات باید طرزی از آیه برداشت کرد که این جمله شرطیه مفهوم خودش داشته باشد و اونها هم بشن بیان مصداق. روایات بعدی که در این تفسیر هست مربوط به این جمله نیست. بنابراین از کمک آیه سوره نور به روایات می شود اینچنین استفاده کرد که فعضا احسنه که این جمله شرطیه مفهوم داشته باشد و مفهومش هم این است که اگر چنینچه اینها اراده تحسن کردن ولی احسان نشدن به فعل مجهول، یعنی بر احسان باقی نموندن، موالی اینها را اکراه بر زنا کردن، اینها دیگه حد ندارن که اون رفع مستکرو. اما ازا احسن یعنی ازا ابغین علت تحسن، برابر آیه سوره نور که فرمود ولا تکره و فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا، اون اگه اراده عفت کردن شما این عفتداری اونها را ابغا کنید، تحمیل نکنید بر اونها زنا را. خب ازا احسن یعنی ابغین علت تحسن، بعد آلوده شدن به حال اختیار حد دارن، حدشون نصف حد محسنات است. به معنای اسلام باشد نه مفهوم معتبر است در اینجا، چون چه مسلمه باشه چه غیر مسلمه حد دارد و نه این قرائت مجهول جا دارد. چون اگه معنی اسلام باشد باید گفت فعضا احسن نه، یعنی فعضا اسلم نه. اینی که در اوائل سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن که ما اگر احسان رو به معنای اسلام بگیریم تم المعنا، اینم تام نیست، چون اگه احسان رو معنی اسلام بگیریم و
احسن قرائت بکنیم، مفهومش این است که اگر مسلمان نباشن این نصف حد نیست، در حالی که مسلمانم نباشن این نصف حد هست. گرچه رأی نهایی سیدنا استاد این نیست که احسان وانه اسلام است، همون مطلب دقیقی است که در آخر می‌فرماید هف هم، ولی باید این رو رد می‌فرمودن. مطلب بعدی آن است که فخر رازی ذیل همه این فعضا احسن، همین اشکال رو ذکر میکرد، میگر اشکالون قوی، بعد میخواد حل کند، میگوید به این که چون احتمال هست که کنیز اگر همسر نداشته باشد حدش نصف حد حر باشد، و اگر همسر داشته باشد حدش بیش از این مقدار باشد، یعنی معادل حد حر باشد یا بیشتر از نصف باشد، وقتی خدا فرمود اگر همسر دار بودن حدش نصف حد حر است، پس اگر همسردار نبودن به طریق اولا مفهوم دارد، منتها مفهوم موافق دارد، مفهوم دارد منتها مفهوم موافق، یعنی اگر همسردار نبودن به طریق اولا نسب است. این دو تا اشکال دارد، یکی اینکه جمله شرطیه مفهوم موافق خود را دارد و مفهوم مخالف هم دارد. مفهوم مخالفش این است که اگر همسردار نبود این حد نیست، در حالی که شما میخواید بگید به طریق اولا همین حد است، این بالا مفهوم مخالف. مفهوم موافق هم دو ضلع دارد. مفهوم موافق میگوید وقتی همسردار بودن حدش نصف حد مر است، اگر همسردار نبود یقینا بیشتر نیست، از این بیشتر نیست، شاید کمتر باشد، ثلث ربع حد باشد یا ربع حد حر باشد. مفهوم موافق را همه جا باید سنجید. یه وقت است که میفرماین ولا تقل لهما اف، این مفهوم موافقش این است وقتی اف گفتن حرام باشد ضرب و شتم به طریق اولا حرام است، این مفهوم موافق روشن. اما اگر چنون چه این چنین گفتن، گفتن اگر کسی وضع مالیش مناسب بود امکان داشت او فلان مبلغ به عنوان زکات بدهد، حالا اگر وضع مالیش مناسب نبود از این بیشتر نیست، ممکن از این کمتر باشه. بنابراین نه مفهوم مخالفی که در اینجا منعقد می شود با سخن فخر رازی شبهش برطرف خواهد شد، نه مفهوم موافقی که اینجا هست با حرف ایشون تأمین میشه. بنابراین اگر جمله شرطیه باشه مفهوم موافق هم دارد، معناش این است که اینها اذا اردن التحسن و ابغین اردن التحسن حدشون نصف حد مهر است، و اما اگر احسان نشن یعنی ابغاء بر تحسن نشن و اجبار بشن بر زنا حد ندارن. مطلب بعدی آن است که فخر رازی میگوید فقها از این فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب به عنوان یک حکم کلی در غیر حد هم استفاده کردن که حکم کنیز نصف حکم حره است، این را در غیر باب حدود هم استنباط کردن. این استنباط هم ناتمام است، برای اینکه در خود باب حدود این اصل به عنوان اصل کلی معتبر نیست، که رسد به غیر باب حدود. این همون قیاسی است که کردن، اگر در خصوص حق الله خدا تخفیف داد، دلیل نیست که در حدودی که ناظر به حق و ناس است خدا تخفیف داده باشد که رسد به غیر حدود. چون که در باب حد شرب خمر و حد زنا و امثال اینا که حق الله است معمولا تخفیف هست، حد کنیز نصف حد حره است، حد عبد نصف حد آزاد است، ولی در مسئله غزو که حق الناس هم در او ملحوظ است، اونجا حد کنز و حره یکسان است، حد عبد و حر یکسان است. پس در خود باب حدود این اصل به کلیت ابقا نشده که رسد به غیر باب حدود. سرش این است که اصلا از آیه اصل کلی استنباط نمی شود. این درباره خصوص حد زنا آمده، در موارد دیگری که حق الله هستن مشابه این تخفیف داده شد، در حق الناس تخفیف داده نشد، لذا قذف حد حر و عبد یکسان است.
نه اصل نیست که اگر ذات اقدس اله فرموده باشد که حد الله این چنین است، بله، اما اینجا یک مصداقی را بیان فرمود، ضابطه کلی که ارائه نکردن. که مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، در قرآن کریم گاهی عذاب نصف می شود، گاهی ضعف دو برابر، اما این تنصیف یا تضعیف به لحاظ تکوین است و آخرت، نه به لحاظ مسائل فقهی و تشریع و در دنیا. در موارد زیادی قرآن فرمود عذاب یک عده دو برابر است، اما نه یعنی حد شرعی دو برابر است. اگر چنانچه در سوره مبارکه نساء راجع به زنان پیغمبر ملاحظه فرمید، اونجا فرمود که یا نساء النبی، آیه 30 سوره احزاب، من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. فرمود اگر یکی از شماها گناه بکنید، معصیت کبیری که بین القیاس مرتکب بشوید، عذابتون دو برابر است. نه یعنی اگر دیگران 80 تازیانه دارن شما 160 تازیانه، یا 100 تازیانه دارن شما 200 تازیانه، این چنین نیست. برای اینکه در آیه بعدش میفرماید و من یقنت من کنه لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما، این ناظر مسئله قیامت است و جریان آخرت. فرمود اگر کار خوب کردید، عجلتون در آخرت دو برابر دیگران است. کار بد کردید، کیفرتون در آخرت دو برابر دیگران است. سرش آن است که شما که وابسته به بیت نبوتید، اگر کار خوب کردید، دو تا کار خوب کردید در حقیقت. یکی خود اون عمل رو انجام دادید، یکی حیثیت این بیت رو حفظ کردید. دو تا کار خوب کردید، دو تا پاداش دارید. و اگر کار بد کردید، دو تا کیفر دارید، یکی این که اصل کار بد را مرتکب شدید، یکی هم این که حیثیت این بیت را حفظ نکردید. نه این که اگر کسی یک گناه بکنه دو تا کیفر داره، چون شما دو تا گناه کردید، دو تا کیفر دارید. مشابه این درباره خود ذات مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم آمده. در سوره اسراء به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آیه 74 و 75 این چیزی می‌فرماید: ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکم الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. دو چندان عذاب دنیا و عذاب آخرت دامنگیر اون رهبری می‌شود که به سمت بیگانه‌ها راه پیدا کند. خب این در حقیقت چون کار او آثار سوء زیاد دارد، کیفر او هم زیاد است. نه اینکه کیفرهای دنیایی او زیاد باشد، مثلا حد غصب دو برابر دیگران، حد شرب دو برابر دیگران، مازالله و مانند آن باشد. اما در خصوص محل بحث که فرمود فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، این خصوص حکم فقهی و حق تشریعی است که عبد و عمه نصف حد حر رو دارن. مطلب بعدی آن است که فخر رازی از زیر این آیه که فرمود والله غفور رحیم هم خواستن استشهاد کنن که این حکم حکم لزومی نیست، برای اینکه فرمود خدا غفور است و رحیم، چون خدا غفور است و رحیم این رو برای شما مباح کرده، در حالی که این غفور و رحیم هم در ذیل احکام لزومی هم در ذیل احکام غیر لزومی به کار برده میشه. و در اینجا هم بعضی از معاصی آمده، هم بعضی احکام وضعی دیگر آمده، در همه موارد جا دارد که حالا اگر آلوده شدید خدا ممکنه ببخشه، این نشانه استحباب نیست. اما این دو سآیه که بعد آمده فرمود به این که یرید الله لیبین لکم، یعنی اون چرا که ما گفتیم، این موارد و ذات اقدس اله اراده کرده است بازگو کند تا حقایقی را برای شما تبیین کند، سننی را برای شما شرح بدهد، شما را به سنن صالحه هدایت بکند و از روش های باطل دور بدارد. یرید الله لیبین لکم،
یعنی یرید الله با نازل کردن این آیات و احکام اینها را اراده بکنه. چرا؟ لیبینه، برای که برای شما خوب روشن کند مطلب را، به شما را هدایت کند به اون سنت صالحه. یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، لیبین لکم سنن الذین قبلکم و همچنین یهدیکم سنن الذین من قبلکم. یا نه، یرید الله با نازل کردن این آیات لیبین لکم معارف و احکام را و یهدیکم سنن الذین، که دیگه باب تنازع نباشد، اون سنن فقط مفعول یهدیکم باشد. قبل از اسلام نکاح با عمه بود، منتها اینها را بدون حرمت ازدواج میکردن، یعنی حرمتی به احترام برای اینها قائل نبودن. اسلام آمده فرمود والله اعلم به ایمانکم بعضکم من بعض، پس اسلام آمده و راه صحیح را ارائه کرده است. قبل از اسلام نکاح منقطع نبود و اسلام آمده این را ترک کرد تا کسی به گناه نیفتد. پس نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح اما راه های حفظ عفت را خوب شرح داد. اونایی که نبود اونها را تأسیساً بیان فرمود، مثل نکاح مطعم. اونایی که بود ولی آلوده بود اونها را شستشو کرد، تنظیم کرد، تنظیف کرد، مثل نکاح با اما بعد ارائه کرد. و یتوب علیکم، خدا میخواهد بر شما لطفش رو شامل کنه. این همون توبه اولای خداست. و یتوب علیکم یعنی یرجع علیکم، که این توبه مولاست. علل عبد یعنی تعطف و عاطفه و احسان مولاست علل عبد. و خدا در بیان همه اینها و هدایت همه اینها و اراده توبه علیم است به مساله و حکیم است، میداند کجا چه کاری را انجام بدهد. اما دیگران کارشون این است که والله یرید ان یتوب علیکم ولی و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. اونا دلشون میخواد کاملا از این مسیر جدا بشی، هم از اون نکاح اصلی و هم از نکاح منقطع و هم از نکاح امام. اونجایی که ما گفتیم حرمت علیکم از اون میخوان جدا بشی، اونجایی که گفتیم و احل لکم ما وراء ذلکم از اون میخوان جدا بشی، اونجا گفتیم بعضکم من بعض میخوان از اون جدا بشین. خیلی ها معاذ الله تن به گناه میدن، حاضر نیستن با افراد ساده زندگی کنن. خب اگر واقع کسی بخواهد اون عفتش حفظ بکند و آلوده نشود، با افراد ساده زندگی بکند، نه احتیاج دارد به آلودگی، نه احتیاج دارد به متعه، نه احتیاج دارد به اون خوف عنت خود را گرفتار کند. اما همه میخوان دنیا داشته باشن با اون زرق و برقی که برای کیش کسی میوه نشود و گناه هم نکنن. خب این نمیشود. فرمود والله یرید ان یتوب علیکم. توبه الهی هم تنها توبه بر عبد نیست که عبد از گناه باز داشته بشود، یعنی رفع گناه باشد، بلکه دفع گناه هم هست. یعنی با این بیان لطف خدا شامل حال شما میشود که شما آلوده نشوید. دفعاً لزن بست، نه رفعاً لزن. برای که در باره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم آمده است که لقد تاب الله علی النبی، این توبه علی النبی دفعاً لزن بست، نه رفعاً لزن. معصوم که گناه ندارد که. لطف الهی دافع هر گونه گناه است. این لطف ها را خدا دارد. اونا که آلوده شدن مثل غیر معصومین نسبت به اونا رفع میکند، اونایی که آلوده نشدن دفع میکند. بعضی از افرادن که آلوده نشدن و خدا میخواد اونا آلوده نشوند، این راه ها را ارائه میکند. اما دشمنان دین تلاششون این است که ان تمیلوا میلا عظیما، به کدوم سمت؟ به همون سمت شهوات. و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما الیها. الیها تو قرآن نیست، اما تعلیق حکم بر وصل مشعر به علیت است دیگر. اگر گفتن راه زنها می کوشن شما میل پیدا کنید، یعنی میل به راه زنی. اگر گفتن معتادان می کوشن که رفقای اینها مائل شوند، یعنی میل به اعتیاد. اگر گفتن بزهکاران می کوشن که دیگران را مائل کنند، یعنی به بزهکاری.
این که فرمود و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، یعنی میلا عظیما الی الشهوات. میل اگر عظیم باشد دیگه هیچ جلو رو نمیگیره. یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف خلق شد و خدا میخواهد تخفیف بدهد، بار او را سبک بکند، اما بعضی حاضر نیستند. همین حکم را خدا میخواست قبلا نازل کند و در جاهلیت اینا آماده نبودند. به سوی اختیار خود تن به اون اسر و اغلال داده ام. البته انسان طبیعتا ضعیف است اما فطرتا خیلی قوی است. نوع آیاتی که در باره مذمت انسان یا ضعف انسان است به طبیعت او، بدن او، امثال ذالک برمیگردد. خلق الانسان من عجل، خلق الانسان عجولا، خلق الانسان هلوعا، جزوع است، منوع است، ان کان الانسان اکثر شیء جدلا، کان الانسان قطورا. این همه آیات که بیش از 50 قریب 60 آیه در مذمت انسان است، همه اینها رو که بررسی میکنید به طبیعت او، بدن او برمیگردد. اما وقتی به روح او، به فطرت او، به اون جنبه الهی و ملکوتی او میبینید، میبینید در کمال تجلیل قرآن از اون نام میبرد. فاقیم وجه حکل دین حنیفا فطرت الله اللتی فطر الناس علیها. این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که فرمود ما ضعف بدن عما قویت علیه النیه، اینم از غرر روایات ماست. یعنی اگه شما فطرت را و نیت را قوی کردید هرگز بدن اظهار ضعف نمی کند. این بدن را روح اداره می کند. ما ضعف بدن عما قویت علیه النیه، اگر نیت قوی شد و اراده قوی شد اونگاه بدن احساس ضعف نمی کند و اراده را معرفت تقویت می کند. چون اراده کار عقل عملی است و معرفت کار نظر است. اگر کسی به این احکام و حکم عارف و آگاه شد و تمرین کرد ارادش قوی می شود، بعد هم بدن تابع اوست و خیلی هم سهل است برای او. الحمدلله رب العالمین.